درخواست شورای هماهنگی راه سبز امید برای پایان اعتصاب غذای زندانیان و فراخان تکبیر برای حمایت از آنها تا دقایق دیگر با اخبار چهارشنبه اول تیر ماه 1390 از رسانی سبز ایران رسا با شما هستیم مهمترین عناوین خبری بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در حمایت از زندانیان انتصاب کننده بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران در حمایت از اعتصاب قضای زندانیان بند 350 اوین بازگشت محسن امینزاده و سید مصطفی تاجزاده به زندان اوین و مرخصی چند تن از زندانیان سیاسی سلام و شب بخیر میگم خدمت شما بینندگان محترم شبکه رسا با اخبار چهارشنبه اول تیر ماه 1390 از رسانی سبز ایران رسا با شما هستیم من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم همراه ما باشید تا پایان این بخش خبری خبر اولمون مربوط هست به درخواست شورای هماهنگی راه سبز امید از اعتصاب کنندگان غذا شورای هماهنگی راه سبز امید برای پایان اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و فریاد تکبیر در حمایت از آنان بیانیه صادر کرد به گزارش رسانه های سبز شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه خطاب به دوازده زندانی سیاسی اعتصاب کننده در اوین با تاکید بر اینکه ندای حقخواهی شما به گوش ملت رسیده است از آنان خواست که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهند همچنین در این بیانیه آمده است مردم ما به پاس حرکت قهرمانانی شما دوازده قهرمان و به یاد حاله و خدا چهارشنبه اول تیر ماه از ساعت ده تا یازده شب ندای تکبیر خود را بر بام ها سر خواهند داد تا همراهیشان را به گوش شما و شهیدان راه آزادی برسانند روز پاسخگویی زالمان بسیار دردناکتر از روزی است که بر مظلومان رفته است جبهه مشارکت ایران اسلامی در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده و درخواست شکستن اعتصاب اطلاعی صادر کرد به گزارش نوروز در بخشی از این اطلاعی آمده است ما شهادت می دهیم که شما اصفه های حق طلبی و مظلومیت رسالت خود را به تمامی انجام داده اید و دیگر نباید با جسم نحیف خود متحمل رنج بیشتر شوید بلکه باید جان سترگ خود را برای روزهایی که چندان دیر نیست به پرواز درآورید. ما به این کلام معصوم باور عمیق داریم که روز پاسخگویی ظالمان بسیار دردناکتر از روزی است که بر مظلومان رفته است. سازمان دانش آموختگان ایران از دوازده زندانی که به هیچ توجیه قانونی و شرعی در بند ظلم گرفتار شدند مصرانه خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. به گزارش ادوار نیوز، سازمان دانش ایران، ادوار تحکیم وحدت، با صدور اطلاعیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت این زندانیان مظلوم و با ارج نهادن به خواسته های برحق این زندانیان و اعلام همبستگی با آنان، از عبدالله مؤمنی و حسن اسدی زیدابادی و همچنین ده زندانی آزادی که بی هیچ توجیه قانونی و شرعی در بند ظلم گرفتار شدند مصرانه خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهند و در این حال از همه حقجویان و ظلم ستیزان درخواست کرد که برای حمایت از این عزیزان پیام مظلومیت آنها را باستاب دهند. این سازمان همچنین اتصاب غذای این زندانیان را لحظه تعیین کننده مقاومت در برابر سرکوب فزاینده حاکمیت دانسته و از مجامع بین المللی و حقوق بشری و از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا نسبت به روند اتفاق افتاده در زندانهای ایران واکنش نشان داده و از نقض مکرر حقوق زندانیان سیاسی جلوگیری کرده و تلاش خود را برای پایان دادن به وضعیت تأصف بار زندان های ایران انجام دهند. محسن امینزاده روز سه شنبه به زندان اوین بازگشت و از همان موقع به جمع اعتصاب کنندگان اوین پیوست. رئیس ستاد اصلاح طلبان که 25 خرداد 88 دستگیر و پس از گذراندن چهار ماه انفرادی به پنج سال زندان محکوم شد برای درمان بیماری کلیوی خود به مرخصی آمده بود اما پس از شرکت در مجلس ترحیم مرحوم هدا صابر فرا خانده شد و عصر شنبه به زندان اوین بازگشت این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی که پس از دستگیری بازنشسته شده است در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی معاونت وزارت امور خارجه را به عهده داشته است و در انتخابات ریاست جمهوری دهم ده رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بوده است. بر اساس این گزارش همچنین سید مصطفی تایزاده پس از مرخصی پنج روزه به زندان اوین بازگشت به گزارش تحوال سبز وی پیش از بازگشت به زندان اعلام کرد که در صورت انتقال مجدد به قرنطینه زندان روزها روزهای اعتراضی خود را تا زمانی که حقوق اولیه یک زندانی برای وی مهیا نگردد از سر خواهد گرفت این در حالی است که تایزاده با وجود ناراحتی‌های های جسمی تمام مدت هفت ماه گذشته را در اعتراض به برخورد غیرقانونی صورت گرفته با وی در روزه اعتراضی به سر برده بود. تایزاده که یک روز پس از کودتای انتخاباتی سال 88 بازداشت شده بود در حال حاضر دوران محکومیت شش ساله خود را می گذارند. چهار زندانی سیاسی به مرخصی آمدند به گزارش کلمه محمد جواد مزفر در پی درگذشت مادر همسرش برای مراسم ختم وی به مرخصی چند روز آمده است این نویسنده و فعال سیاسی یکی از دوازده زندانی سیاسی است که در اعتراض به شهادت حال صحابی و خدا صابر اعتصاب کرده بود وی که در حوادث دیماه 88 دستگیر و 62 روز را در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین در حبس بود به یک سال حبس تعذیری محکوم شده است همچنین بابک داشاب از فعالین دانشجویی و از بازداشت شدگان آشورای خونین 88 به مرخصی آمد به گزارش تحول سبز این دانش آموخته فلسفه غرب پس از بازگشت به دلیل حضور در اعتراضات روز آشورا به تحمل 5 سال حبس تاذیری محکوم شده است بر اساس این گزارش کیارش کامرانی از بازداشت شدگان آشورای 88 نیز به مرخصی آمد وی که بعد از ظهر شش دیماه در حوالی چهار راه تهران بازداشت شده بود تنها سابقه ی فعالیت سیاسیش عضویت در بسیج دانشجوی دانشگاه لورستان و ستاد دان... انتخاباتی احمدی نژاد در سال 84 بوده و بعد از آن هیچ گونه فعالیتی نداشته است لازم به ذکر است که کامرانی بعد از ده ماه به مرخصی آمده و طی ده ماه گذشته از این حق قانونی خود محروم بوده است ارسلان ابدی از دیگر بازداشتگان روز آشورا دیگر فعال سیاسی است که روز گذشته به مرخصی آمد. به گزارش تحول سبز، ارسلان ابدی دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه بین المللی شامگاه روز گذشته و پس از موافقت مراجع قضایی به مرخصی آمده است. به نیست که از بازداشتگان آشورای خونین 88 می باشد به نه سال و نیم حبس تعذیری محکوم شده است. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه شما هستیم جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت ایران در حرکتی نمادین اعلام کردند که روز پنجشنبه دوم تیر ماه روزه سیاسی می گیرند. به گزارش کلمه دانشجویان این امر را در راستای اعلام همبستگی با دوازده زندانی سیاسی اعتصاب کننده بند 350 اوین و همچنین اعتراض به وقایع اخیر از جمله شهادت حال صحابی و خدا سابر اعلام کردند شبکه ویدیویی یوتیوب و صفحه رسمی فیسبوک کمپین هر یک ایران... هر ایرانی هر یک صدا تاسیس شد به گزارش کلمه این دو صفحه جهت خبررسانی کمپین هر ایرانی یک صدا که در حمایت از اعتصاب کنندگان اوین تاسیس شده است و اخبار و فایل های تصویری این کمپین از طریق این دو صفحه به اطلاع هموطنان خواهد رسید تاکنون که 24 ساعت از تشکیل این کمپین خودجوش میگذرد جمع کثیری از فعالان سیاسی ایرانی و نیز شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور با انتشار ف... های صوتی و ویدیویی حمایت خود را از اعتصاب کنندگان ایبین اعلام کردند. علاقمندان به شرکت در این کمپین سراسری می با پیوستن به این دو صفحه اخبار کمپین را دنبال کنند. بی اطلاعی از وضعیت مریم مجد عکاس ورزشی سایت جرس گزارش کرد مریم مجد در حالی که به قصد عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان در آلمان راهی این کشور شده بود و در حالی که میزبانان آلمانی او در دوسلدورف منتظر او بودند ناپدید گردید که منابع خبری از بازداشت وی خبر دادند کمپین <متیق> بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانی با اشاره به وضعیت نامعلوم مریم مجد گفته است که خانواده وی از صحبت کردن با رسانه ها خودداری می کنند و تا کنون مقامات جمهوری اسلامی نیز نسبت به وضعیت این عکاس خبرنگار سکوت کردند با 137 رأی مخالف سجادی وزیر ورزش و جوانان نشد به گزارش خبرگزاری ایلنا جلسه علنی مجلس در خصوص دادن رأی اعتماد به حمید سجادی و در نهایت نیز وی موفق نشد به عنوان وزیر انتخابی از مجلس رأی اعتماد بگیرد بنابراین گزارش در این جلسه که بسیاری از چهره های ورزشی نیز حضور داشتند پس از رأیگیری نمایندگان سجادی با 137 رای مخالف، 87 رای موافق و 22 رأی ممتنع نتوانست بر کرسی وزارت ورزش تکیه کند. سید حسن خمینی برگزیده 16 همین دوره کتاب فصل شد. به گزارش آفتاب برگزیدگان و شایستگان تقدیر 16 همین دوره جایزه کتاب فصل معرفی شدند که نام حجت الاسلام و المسلمی سید حسن خمینی نیز در میان برگزیدگان دیده شد. 80 درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران برای عضویت در بسیج اعلام آمادگی کردند. به گزارش خبرگزاری وابسته به دولت ایرنا مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران مس... پوزش مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران بزرگ مدعی شده حدود ده هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه های تهران مشغول فعالیت هستند که هشت هزار نفر از آنان برای عضویت در بسیج استادان دانشگاه اعلام آمادگی کردند عبدالرزا سیف گفت استادان بسیجی با ایمان دقدقه علم و جهاد علمی را دارند تا ایران بتواند به اهداف سند چشمنداز در سال 1404 برسد وی ادعا کرد بسیج استادان،, استادان, نهادی نظامی نیست بلکه از دل دانشگاه ها شکل گرفته و بر همین اساس استادان بسیجی به برنامه ریزی برای انجام برنامه های مختلف علمی در دانشگاه ها می و اما یک خبر خارجی از سوریه رئیس جمهوری سوریه بالاخره یک روز بعد از آنکه در سخنرانی خود وعده اصلاحات گسترده تری را داده بود عفو عمومی اعلام کرد به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از رویترز بشار اسد که در سخنرانی دوشنبه خود اعلام کرده بود از وزارت دادگستری می تا اعلام عف عمومی گسترده تری را بررسی کند امروز این عف عمومی را صادر کرد بشار اسد درباره دلیل خود برای این تصمیم گفت که به اعتقاد وی عف عمومی نخست برای عده زیادی چندان رضایت بخش نبود و این تمایل وجود دارد که عف عمومی دوم تر باشد یک روز انتخابات دو سال بحران هنوز رعی ها رو نشمرده بودن بازداشت ها شروع شد 22 خرداد 88 چهره های مشهور اصلاح طلب فردای انتخابات در زندان بودند. بازداشت ها ادامه داشت و اعتراض سبز ها گسترده تر دانشجوها و مردم عادی کوچه و خیابان هم به زندان مکن شکنجه تجاوز قتل برنامه چهره ها از مبارزان مدنی میگوید که در زندان ها مقاومت می کنند. رنج پس گرفتن رأی و ایستادن در برابر ستم چهره زندانیان سیاسی در برنامه چهره ها من فرزانه بزرگور هر هفته با برنامه چهره ها از تلویزیون رسان و در ادامه هاشمی گفت فجایع اخیر نتیجه تضعیف اخلاق و ناامنی است ملکزاده استعفا داد صالحی پذیرفت نامه سرگشاده صالح دلدم به دادستان کل کشور ممنوعیت فروش ارز مسافرتی در سرافی ها و تنگتر شدن حلقه تحریم های کشتیرانی رئیس مجمع تشخیص مسئلات نظام حفظ دستاورت های نظام را مهمترین وظیفه نیروهای سیاسی فعال در جامعه عنوان کرد. به گزارش آینده آیت الله هاشمی رفسنجانی صبر در مقابل ناملایمات و همچنین رعایت مصالح اسلام و انقلاب را در شرایط کنونی برای دوستداران نظام که در عرصه سیاسی فعالند مهم عنوان کرد و گفت یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران تربیت نیروهای متخصص و متحدی است که سرمایه های این نظام به شمار می روند و باید برای این کشور حفظ شوند. رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش عدم توجه به سیاست های کلی و سند چشم انداز را برای کشور خسارت بار عنوان کرد و گفت توجه به برنامه ها و سیاست ها کشور را در مسیر صحیح هدایت خواهد کرد. آیطالله حاشمی رفسنجانی آمار صحیح را یکی از ابزارهای مهم برای برنامه ریزی های کلان کشور عنوان کرد و گفت خدشهواره شدن به اعتبار آمارها که طی سالیان طولانی کسب شده میتواند جبران ناپذیر باشد وی با انتقاد از تضعیف مرزهای اخلاق در جامعه و ایجاد فضای ناامنی و نگاه سطحی به احکام و فرامین اخلاقی اسلام تاکید کرد ریشه یابی برخی حوادث پیش آمده در برخی مناطق کشور و تلاش نهادهای مسئول برای رفع علتها می تواند احساس امنیت را در جامعه افزایش دهد. آیت الله هاشمی رفسنجانی افسود پرهیز از دروغ، تهمت، افترا و غیبت که از اصول اساسی و عمیق دین مبین اسلام است به راحتی توسط یک جریان خاص نقص می شود که این امر می تواند برای آینده کشور و اخلاق جامعه بسیار خطرناک باشد. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت محمد شریف ملکزاده از سمت معاونت اداری مالی وزارت خارجه استفاده داده است. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ولی اسماعیلی نماینده ی مجلس شورای اسلامی در جامع خبرنگاران گفت محمد شریف ملک زاده از سمت معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه استعفا داده و علی اکبر صالحی وزیر خارجه با این استعفا موافقت کرده است از این رو پیش بینی می شود که طرح استیزاه صالحی دیگر در دستور کار مجلس نباشد پس از انتصاب محمد شریف ملکزاده به عنوان معاون اداری مالی وزارت امور خارجه نمایندگان مجلس با این تصمیم مخالفت کرده و کمیسیون امنیت ملی با تشکیل جلسه با حضور علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه این موضوع را بررسی و وزیر خارجه قول داد که موضوع سوء سوابق ملکزاده را از وزارت اطلاعات استعلام و در صورت مخالفت وزارت اطلاعات با این انتصاب ملکزاده را از این نامه کند نامی سرگشاده ساله دلدم به دادستان کل کشور جلوی قاچاق و توضیح فیلم ها را بگیرید به گزارش جره از ساله دلدم تهیه کننده و کارگردان حامی جنبش سبز طی نامی سرگشاده به دادستان کل کشور ضمن انتقاد از سیاست های فرهنگی کشور و متصدیان ام در زمینه عدم برخورد با قاچاق و توضیح غیر مجاز فیلم های سینمایی کشور از قاشاق سازمان یافته و گسترده فیلم آخر خود توسط شبکه های مافیایی خبر داد و خواستار اقدام دستگاه غذایی در این زمینه شد. شاین ذکر از ساله دلدم از اعضای حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که پس از انتخابات بازداشت و مدت هفت ماه را در زندانهای اوین و قزل حصار و سلول انفرادی گذرانده است. از جمله فیلم های دلدم می توان به مرسیه برای لالزار امضا بیدل و کباب قاز اشاره کرد فروش ارز مسافرتی در صرافی ها ممنوع شد به گزارش و خبرگزاری مهر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد فروش ارز مسافرتی در صرافی ها ممنوع شد و از این پس مسافرانی که میخواهند به خارج از کشور سفر کنند باید بعد از عبور از گیت با مراجعه به گیشه های بانک ها ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. فتحی پور افسوده با این روش دیگر مردم از طریق بلیت و پاسپورت هایی که از سوی آژانس های مسافرتی در اختیار آنها قرار می گیرد نمی توانند ارز دریافت کنند. وی همچنین افسوده این تصمیم به خاطر سوء استفاده برخی از مردم اتخاذ شده است و قرار شده بانک ها و صرافی ها حواله هایی را صادر کنند و بعد از عبور مسافران از گیت به آنها ارز مسافرتی پرداخت شود. دوره تازه تحریم کشتیرانی ایران با قطع دسترسی ایران به سرویس های مالی و تجاری بین کلید خورد. به گزارش آینده به نقل از ایران دیپلماتیک بر اساس این تحریم ها چند شرکت و فرد مرتبط با کشتیرانی در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفتند. همزمان داستان نیویورک علیه 11 شرکت و 5 نفر به همین دلیل اعلام جرم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانی اعلام کرد ده شرکت کشتیرانی و سه نفر مرتبط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است وزارت خزانهداری آمریکا ادعا کرده این اقدام پاسخی به تلاش های مستمر ایران به منظور دور زدن تحریم ها و استفاده این کشور از شرکت های سوری برای حفاظت از شرکت کشتیرانی است ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما را همراهی کردید تا فردا شب خدایار را نگهداری تا دیدار دیگر خدا نگهدار